کشته و زخمی شدن 25 جنگجوی طالب در ولایت قندهار. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. کشته و زخمی شدن 25 جنگجوی گروه طالبان در ولایت قندهار. مسئولان محلی ولایت قندهار از کشته و زخمی شدن دست کم 25 طالب مسلح در این ولایت خبر می دهد. جمال ناصر بارکزی، سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت قندهار، به آریانا نیوز می گوید که این رویداد در ولسوالی های ژیری و تخت پل این ولایت رخ داده است. با گفته آقای بارکزی، جنگجویان گروه طالبان حوالی ساعت 12:30 شب گذشته بالای یک پاسگاه نیروهای امنیتی در ولسوالی ژیری حمله کردند. که با مقاومت نیروهای پلیس مواجه شدند و در نتیجه 8 طالب مسلح کشته و 3 تن دیگر آنان زخم برداشتند. آقای بارکزی گفته است که در این رویداد یک سرباز پلیس جان باخته و یک نفر دیگر مجروح شده است. در همین حال طالبان مسلح شب گذشته بالای یک پاسگاه پلیس در ساحه بیدک ولسوالی تخت پل ولایت قندهار حمله کردند. سخنگوی پلیس قندهار میگوید که در این رویداد 5 جنگجوی گروه طالبان کشته و 9 تن دیگرشان زخم برداشته است. با گفته این مقام امنیتی، در این رویداد به نیروهای افغان آسیبی نرسیده است. از سوی هم یک منبع در فرماندهی پلیس کندز میگوید که در حمله سه‌شنبه شب طالبان بالای پاسگاه منطقه تلوکه شهر کندز 5 سرباز ارتش جان باخته و 7 سرباز دیگر نیز زخمی شدند. سخنگوی والی رویداد را تایید میکند، اما در مورد تلفات برخواسته از آن چیزی نمیگوید. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این رویدادها چیزی نگفته است. این در حال است که منابع میگوید که اعضای کابینه جدید فردا به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. پس از درخواست های مکرر ولسی جرگه برای معرفی هرچه زودتر اعضای کابینه جدید، برای گرفتن رای اعتماد منابع حکومتی میگویند که نامزد وزیران جدید فردا به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. یک منبع حکومتی که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، به رادیو آزادی گفته است که کار تعیین نامزد وزیران نهایی شده است. این منبع میگوید که قصر سپیدار نیز فهرست 12 عضو کابینه را تکمیل کرده و برای معرفی به ولسی جرگه آماده فرستادن به ریاست جمهوری است. اما ریاست جمهوری افغانستان تا حالا در این مورد ابراز نظر نکرده است. در همین حال محمد مرزا محمد کتوازه، معاون اول ولسی جرگه، از تعیین اعضای کابینه جدید استقبال کرده، اما میگوید که مجلس به نامزد وزیران رای خواهد داد که دانش و توانایی کاری کافی داشته باشند. آقای کتوازه گفت کابینه باید افغانستان همه شمول باشد. هر عضو کابینه باید در رشته خود تخصص داشته باشد، شایستگی داشته باشد و به کشور وفادار باشد. اگر نامزد وزیران این معیارها را پوره نکنند، رد می شوند و به جای آنها حکومت نامزد وزیران دیگر معرفی خواهد کرد. آقای کتوازه تاکید می کند نامزد وزیرانی که به نحوی متهم به فساد هستند و یا هم دوستی دارند، رای دادن نخواهد شد. ولسی جرگه افغانستان پیش از این لایحه را تصویب کرده که بر اساس آن باید سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات از 2 ماه بیشتر ادامه نیابد. اما اکنون وزارتخانه ها و ادارات از چندین ماه به این سو از سوی سرپرستان اداره می شود. اعضای ولسی جرگه و مردم عادی
بارها انتقاد کردند که سرپرست ها درست کار نمی کنند و در برخی وزارتخانه ها فساد و چالش به اوج رسیده است. با تشکر که تا این دم با ما همراه بودید، منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.